أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت، و از خدایی بپرهیزید که همگی به عظمت او معترفید و هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را می‌برید، و نیز از قطع رابطه با خیشاوندان خود پرهیز کنید، زیرا خداوند مراقب شماست. و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدند به آنها بدهید، و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید، و اموال آنان را همراه اموال خودتان نخورید، زیرا این گناه بزرگی است. و اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنید، از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر. و اگر می ترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنها اید استفاده کنید. این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند. و مهر زنان را به طور کامل به عنوان یک بدهی به آنان بپردازید. اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید. اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید، و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید. و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید، و پیش از آن که بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید. هر کس که بی نیاز است از برداشت حق و زحم خودداری کند، و آن کس که نیازمند است به طور شایسته و مطابق زحمتی که می کشد از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها باز می گردانید شاهد بگیرید، اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است. برای مردان از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان از خود بر جای می‌گذارند سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی. اگر به هنگام تقسیم ارث خیشاوندان و طبقه‌ای که ارث نمی‌برند و یتیمان و مستمندان حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید. تانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود به یادگار بگذارند از آینده آنان میترسند، باید از ستم درباره یتیمان مردم بترسند، از مخالفت خدا بپرهیزند و سخنی استوار بگویند. کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند، در حقیقت تنها آتش می‌خورند و به زودی در شعله‌های آتش دوزخ می‌سوزند. خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد، و اگر فرزندان شما دو دختر و بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست، و اگر یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست. و
و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد، و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است و بقیه از آن پدر است، و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد و پنج ششم باقی مانده برای پدر است. همه اینها بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای دین است. این فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است. و برای شما نصف میراث زنانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند، و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آن شماست. پس از انجام وصیتی که کرده اند و ادای دین، و برای زنان شما یک چهارم میراث شماست اگر فرزندی نداشته باشید، و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از آن آنهاست بعد از انجام وصیتی که کرده اید و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که کلاله خواهر یا برادر از او ارث می برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام یک ششم است اگر برادران و خواهران مادری باشند، و اگر بیش از یک نفر باشند آنها در یک سوم شریکند. پس از انجام وصیتی که شده و ادای دین، به شرط آنکه به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است. این مرزهای الهی است و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم بشمرد، خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد می کند که همواره آب از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می مانند، و این پیروزی بزرگی است. و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او مجازات خار کننده است. و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید. اگر گواهی دادند آنان را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا اینکه خداوند راهی برای آنها قرار دهد. از میان شما آن مردان و زنانی که همسر ندارند و مرتکب آن کار زشت می شوند، آنها را آزار دهید و حد بر آنان جاری نمایید، و اگر توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از آنها درگذرید، زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند توبه چنین اشخاصی را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است. برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید الان توبه کردم، توبه نیست، و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند. اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده اید. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه و ایجاد ناراحتی برای آنها ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید از مهر تملک کنید، مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند، و با آنان به طور شایسته رفتار کنید، و اگر از آنها به جهتی کراهت داشتید فوراً تصمیم به جدایی نگیرید، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد.
و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی به عنوان مهر به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟ چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که شما با یک دیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید؟ و از این گذشته، آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی گرفته اند. زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند، هرگز ازدواج نکنید مگر آنچه در گذشته پیش از نزول این حکم انجام شده است، زیرا این کار عملی زشت و تنفر آور و راه نادرستی است. هم شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران رضایی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید، و چنان که با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، دختران آنها برای شما مانعی ندارد. و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند، نه پسرخوانده ها، و نیز حرام است بر شما جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده، چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و نان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید، زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است. اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید، در حالی که پاک دامن باشید و از زنا خودداری نمایید. و زنانی را که متع ازدواج موقت می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید، و گناهی بر شما نیست در آن چه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید. بعدن می توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید. خداوند دانا و حکیم است. و ها که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاک دامن با ایمان را ندارند، می توانند با زنان پاک دامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند. خدا به ایمان شما آگاه تر است و همگی اعضای یک پیکرید. آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید، به شرط آن که پاک دامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند. و در صورتی که محسن باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. این اجازه ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که بترسند از نظر غریزه جنسی به زحمت بیفتند. و با این حال نیز خودداری از ازدواج با آنان برای شما بهتر است، و خداوند آمرزنده و مهربان است. خداوند می‌خواهد با این دستورها راه‌های خوشبختی و سعادت را برای شما آشکار سازد و به سنت‌های صحیح پیشینیان رهبری کند و توبه شما را بپذیرد، و خداوند دانا و حکیم است. خدا می‌خواهد شما را ببخشد و از آلودگی پاک نماید. اما آنها که پیرو شهواتند می‌خواهند شما به کلی منحرف شوید. خدا می‌خواهد با احکام مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند آن کار را بر شما سبک کند، و انسان ضعیف آفریده شده
و در برابر طوفان غرایز مقاومت او کم است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد، و خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما مهربان است. هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است. اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم. برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید. مردان نصیبی از آنچه به دست می آورند دارند و زنان نیز نصیبی، و از فضل و رحمت و برکت خدا برای رفع تنگناها طلب کنید، و خداوند به هر چیز داناست. برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند، و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیبشان را بپردازید. خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. و زنان صالح زنانی هستند که متواضعند و در غیاب همسر خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند. و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید، و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری نمایید، و اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود آنها را تنبیه کنید، و اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید. بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. اگر از جدایی و شکاف میان آن دو همسر بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است. خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید، و به پدر و مادر نیکی کنید، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید، زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. آنها کسانی هستند که بخل می ورزند و مردم را به بخل دعوت می کنند، و آنچه را که خداوند از فضل و رحمت خود به آنها داده کتمان می نمایند. و ما برای کافران عذاب خار کننده ای آماده کرده ایم. و آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ایمان به خدا و روز باز پسین ندارند، و کسی که شیطان قرین او باشد بد هم نشین و قرینی است. چه می شد اگر آنها به خدا و روز باز پسین ایمان می آوردند و از آنچه خدا به آنان روزی داده در راه او انفاق می کردند، و خداوند از اعمال و نیات آنها آگاه است. خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند، و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان می سازد و از نزد خود پاداش عظیمی در برابر آن می دهد.
حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی می آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد. در روز آنها که کافر شدند و با پیامبر به مخالفت برخاستند آرزو می کنند که ای کاش خاک بودند و خاک آنها با زمین های اطراف یکسان می شد و به کلی محو و فراموش می شدند. در آن روز سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند. کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می گویید و همچنین هنگامی که جنوب هستید مگر اینکه مسافر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا مسافر و یا قضای حاجت کرده اید و یا با زنان آمیزش جنسی داشته اید و در این حال آب برای وضو یا غسل نیافتید با خاک پاکی تیمم کنید، به این طریق که صورتها و دستهایتان را با آن مسح نمایید. خداوند بخشنده و آمرزنده است. آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب خدا به آنها داده شده است به جای اینکه از آن برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند برای خیش گمراهی می خرند و می خواهند شما نیز گمراه شوید؟ آه به دشمنان شما آگاه تر است، ولی آنها زیانی به شما نمی رسانند و کافی است که خدا ولی شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد. بعضی از یهود سخنان را از جای خود تحریف می کنند و به جای این که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم میگویند شنیدیم و مخالفت کردیم و نیز میگویند بشنو که هرگز نشنوی و از روی تمسخر میگویند رائنا ما را تحمیق کن تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در آیین خدا طعنه زنند. ولی اگر آنها به جای این همه لجاجت میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده تا حقایق را درک کنیم، برای آنها بهتر و با واقعیت سازگارتر بود. ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته است، از این رو جز عده کمی ایمان نمی آورند. ای کسانی که کتاب خدا به شما داده شده، به آن که بر پیامبر خود نازل کردیم و هماهنگ با نشانه هایی است که با شماست ایمان بیاورید، پیش از آن که صورت هایی را محو کنیم سپس به پشت سر بازگردانیم یا آنها را از رحمت خود دور سازیم، همان گونه که اصحاب سبت گروهی از تبهکاران بنی اسرائیل را دور ساختیم و فرمان خدا در هر حال انجام شدنی است. خداوند هرگز شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند می بخشد و آن کس که برای خدا شریکی قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است. آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. ببین چگونه بر خدا دروغ می بندند و همین گناه آشکار برای مجازات آنان کافی است. آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب خدا به آنان داده شده با این حال به جبت و طاغوت بت و بت پرستان ایمان می آورند و درباره کافران می گویند آنها از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترند؟ ها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته است و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد یاوری برای او نخواهی یافت. یا آنها یهود سهمی در حکومت دارند؟ در حالی که اگر چنین بود کمترین حق را به مردم نمی دادند. این که نسبت به مردم پیامبر و خاندانش
بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد می‌ورزند؟ ما به آل ابراهیم که یهود از خاندان او هستند نیز کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها قرار دادیم، ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند و جمعی راه مردم را بر آن بستند و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کافی است. کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوستهای تنشان در آن بریان گردد و بسوزد، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا کیفر الهی را بچشند. خداوند توانا و حکیم است. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به زودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و آنان را در سایه های گسترده و فرح بخش جای می دهیم. خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد. خداوند شنوا و بیناست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه از کتابهای آسمانی که بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند، ولی می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، اما شیطان می خواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند. و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می‌بینی که از قبول دعوت تو اعراض می‌کنند. پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان گرفتار مصیبتی می‌شوند، سپس به سراغ تو می‌آیند، سوگند به خدا یاد می‌کنند که منظور ما از بردن داوری نزد دیگران جز نیکی کردن و توافق میان طرفین نزاع نبوده است. آنها کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند می داند. از مجازات آنان صرف نظر کن و آنها را اندرز ده و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود، و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. اگر همانند بعضی از امتهای پیشین به آنان دستور می دادیم یک دیگر را به قتل برسانید و یا از وطن و خانه خود بیرون روید، تنها عده کمی از آنها عمل می کردند. و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام می دادند، برای آنها بهتر بود
و موجب تقویت ایمان آنها می شد و در این صورت پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها می دادیم و آنان را به راه راست هدایت می کردیم. کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند. این موهبتی از ناحیه خداست و کافی است که او از حال بندگان و نیات و اعمالشان آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد یا به صورت دسته واحد به سوی دشمن حرکت نمایید. در میان شما افرادی منافق هستند که هم خودشان سست می باشند و هم دیگران را به سستی می کشانند. اگر مصیبتی به شما برسد می گویند خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم تا شاهد آن مصیبت باشیم. اگر غنیمتی از جانب خدا به شما برسد، درست مثل این که هرگز میان شما و آنها دوستی و مودتی نبوده میگویند ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری و پیروزی بزرگی میرسیدیم. کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیکار کنند، و آن کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد. را در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید. همان افراد ستم دیده‌ای که می گویند پروردگارا ما را از این شهر مکه که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. کسانی که ایمان دارند در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافرند در راه طاغوت. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، زیرا که نقشه شیطان همانند قدرتش ضعیف است. یا ندیدی کسانی را که در مکه به آنها گفته شد فعلا دست از جهاد بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بپردازید؟ اما آنها از این دستور ناراحت بودند، ولی هنگامی که در مدینه فرمان جهاد به آنها داده شد، جمعی از آنان از مردم می ترسیدند، همان گونه که از خدا می ترسند بلکه بیشتر، و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟ چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟ به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی به شما ستم نخواهد شد. هر جا باشید مرگ شما را در می‌یابد، هرچند در برج‌های محکم باشید. و اگر به آنها منافقان حسنه و پیروزی برسد می‌گویند این از ناحیه خداست، و اگر سیئه و شکستی برسد می‌گویند این از ناحیه توست. بگو همه اینها از ناحیه خداست، پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟ آری آنچه از نیکی ها به تو می رسد از طرف خداست و آنچه از بدی به تو می رسد از سوی خود توست، و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است. کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و کسی که سر باز زند تو را نگهبان و مراقب او نفرستادیم و در برابر او مسئول نیستی.
آنها در حضور تو میگویند فرمانبرداریم، اما هنگامی که از نزد تو بیرون میروند، جمعی از آنان بر خلاف گفته های تو جلسات سری شبانه تشکیل میدهند. آنچه را در این جلسات میگویند خداوند مینویسد. اعتنایی به آنها نکن و از نقشه های آنان وحشت نداشته باش و بر خدا توکل کن. کافی است که او یار و مدافع تو باشد. آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن می یافتند. و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد بدون تحقیق آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می کردید و گمراه می شدید. راه خدا پیکار کن، تنها مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنان را تشویق نما. امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. کسی که شفاعت به کار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود، و کسی که شفاعت به کار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت، و خداوند حسابرس و نگهدار هر چیز است. هرگاه به شما تحیت گویند پاسخ آن را بهتر از آن بدهید، یا لااقل به همان گونه پاسخ گویید. خداوند حساب همه چیز را دارد. خداوند معبودی جز او نیست، و به یقین همه شما را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع می کند. و کیست که از خداوند راستگوتر باشد؟ چرا درباره منافقین دو دسته شده اید، در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان افکار آنها را کاملا وارونه کرده است؟ آیا شما می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده هدایت کنید، در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت؟ آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید و مساوی یک دیگر باشید. بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر اینکه توبه کنند و در راه خدا هجرت نمایند. هرگاه از این کار سر باز زنند، هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و در صورت احساس خطر به قتل برسانید، و از میان آنها دوست و یار و یاوری اختیار نکنید مگر آنها که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند، یا آنها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم خود ناتوان شده اند. و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کنارگیری کرده و با شما پیکار ننمودند بلکه پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید. بودی جمعیت دیگری را می یابید که می خواهند هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خودشان. هر زمان آنان را به سوی فتنه و بت‌پرستی بازگردانند، با سر در آن فرو می روند. اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و دست از شما نکشیدند، آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و یا به قتل برسانید. آنها کسانی هستند که ما برای شما تسلط آشکاری نسبت به آنان قرار داده ایم. هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند.
و در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد، مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده، تنها باید یک برده مؤمن را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست. و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مؤمن نیز آزاد کند. و آن کس که دست رسی به آزاد کردن برده ندارد، 2 ماه پی در پی روزه می گیرد. این یک نوع تخفیف و توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است. و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است، در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گام می زنید و به سفری برای جهاد می روید، تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و غنایمی به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید مسلمان نیستی، زیرا غنیمت‌های فراوانی برای شما نزد خداست. شما قبلاً چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد و هدایت شدید. پس به شکرانه این نعمت بزرگ تحقیق کنید. خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قائدان ترک کنندگان جهاد برتری مهمی بخشیده و به هر یک از این 2 گروه به نسبت اعمال نیکشان خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قائدان با پاداش عظیمی برتری بخشیده است. درجات مهمی از ناحیه خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان می گردد و اگر لغزش هایی داشته اند، خداوند آمرزنده و مهربان است. تانی که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند شما در چه حالی بودید؟ گفتند ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. آنها فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ آنها عذری نداشتند و جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی است. اگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفته اند و حقیقتا مستضعفند، نه چاره ای دارند و نه راهی می‌یابند، ممکن است خداوند آنها را مورد عفو قرار دهد و خداوند عفو کننده و آمرزنده است. که در راه خدا هجرت کند، جاهای امن فراوان و گسترده ای در زمین می‌یابد. و هر کس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او از خانه خود بیرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست و خداوند آمرزنده و مهربان است. هنگامی که سفر می کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه و خطر کافران بترسید، زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی، باید دسته ای از آنها با تو به نماز برخیزند و سلاح‌هایشان را با خود برگیرند
و هنگامی که سجده کردند و نماز را به پایان رساندند باید به پشت سر شما به میدان نبرد بروند و آن دسته دیگر که نماز نخوانده اند و مشغول پیکار بوده اند بیایند و با تو نماز بخوانند. آنها باید وسایل دفاعی و سلاح‌هایشان را در حال نماز با خود حمل کنند، زیرا کافران آرزو دارند که شما از سلاح‌ها و متاع‌های خود غافل شوید و یک بار به شما هجوم آورند. و اگر از باران ناراحتید و یا بیمار و مجروح هستید، مانعی ندارد که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی مانند زره و خود را با خود بردارید. خداوند عذاب خار کننده ای برای کافران فراهم ساخته است. هنگامی که نماز را به پایان رساندید خدا را یاد کنید، ایستاده و نشسته و در حالی که به پهلو خوابیده اید، و هرگاه آرامش یافتید نماز را به طور معمول انجام دهید، زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است. در راه تعقیب دشمن هرگز سست نشوید، زیرا اگر شما درد و رنج می‌بینید آنها نیز همانند شما درد و رنج می‌بینند، ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند، و خداوند دانا و حکیم است. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی، و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی. از خداوند طلب آمرزش نما که خداوند آمرزنده و مهربان است. از آنها که به خود خیانت کردند دفاع مکن، زیرا خداوند افراد خیانت پیشه گناهکار را دوست ندارد. آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان می دارند، اما از خدا پنهان نمی دارند. و هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی که خدا راضی نبود می گفتند، خدا با آنها بود. خدا به آنچه انجام می دهند احاطه دارد. شما همانها هستید که در زندگی این جهان از آنان دفاع کردید، اما کیست که در برابر خداوند در روز رستاخیز از آنها دفاع کند؟ یا چه کسی است که وکیل و حامی آنها باشد؟ کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده، خداوند دانا و حکیم است. و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بی گناهی را متهم سازد، بار بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است. در فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از آنان تصمیم داشتند تو را گمراه کنند، اما جز خودشان را گمراه نمی کنند و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند. و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت، و فضل خدا بر تو همواره بزرگ بوده است. در سیاری از سخنان درگوشی و جلسات محرمانه آنها خیر و سودی نیست، مگر کسی که به این وسیله امر به کمک به دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند. و هر کس برای خوشنودی پروردگار چنین کند پاداش بزرگی به او خواهیم داد. کسی که بعد از آشکار شدن حق با پیامبر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می رود می بریم و به دوزخ داخل می کنیم، و سرانجام بدی است. خداوند شرک به او را نمی آمرزد، ولی کمتر از آن را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند
می آمرزد و هر کس برای خدا همتایی قرار دهد در گمراهی دوری افتاده است. آنچه غیر از خدا می خوانند فقط بت‌هایی است بی‌روح که هیچ اثری ندارد و یا شیطان سرکش و ویرانگر است. خدا او را از رحمت خیش دور ساخته و او گفته است از بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت و آنها را گمراه می کنم و به آرزوها سرگرم می سازم و به آنان دستور می دهم که اعمال خرافی انجام دهند و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند و فطرت توحید را به شرک بیالایند و هر کس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند زیان آشکاری کرده است. شیطان به آنها وعده های دروغین می دهد و به آرزوها سرگرم می سازد در حالی که جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمی دهد. آنها پیروان شیطان جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری ندارند و کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند به زودی آنان را در باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودان در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده هایش از خدا صادق تر باشد؟ زیلت و برتری به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست. هر کس عمل بدی انجام دهد کیفر داده می شود و کسی را جز خدا ولی و یاور خود نخواهد یافت. کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، چنان کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد و پیرو آیین خالص و پاک ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستی خود انتخاب کرد که در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند به هر چیزی احاطه دارد. از تو درباره حکم زنان سؤال می کنند، بگو خداوند درباره آنان به شما پاسخ می دهد. آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان را به آنها نمی دهید و می‌خواهید با آنها ازدواج کنید و نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است قسمتی از سفارش‌های خداوند در این زمینه می‌باشد و نیز به شما سفارش می‌کند که با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکی‌ها انجام می‌دهید خداوند از آن آگاه است و به شما پاداش شایسته می‌دهد. و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بین داشته باشد مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است اگرچه مردم بخل می‌ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیش سازید و به خاطر صلح گذشت نمایید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است و پاداش شایسته به شما خواهد داد. شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی در میان زنان عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش نمایید، ولی تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید. و اگر راه صلاح و پرهیزگاری پیش گیرید خداوند آمرزنده و مهربان است. ما اگر راهی برای اصلاح در میان خود نیابند و از هم جدا شوند خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند و خداوند دارای فضل و
کرم و حکیم است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و ما به کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها داده شده بود سفارش کردیم، همچنین به شما نیز سفارش می کنیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید و اگر کافر شوید به خدا زیانی نمی رسد، زیرا برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و خداوند بی نیاز و ستوده است. برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است و کافی است که خدا حافظ و نگاهبان آنها باشد. ای مردم، اگر او بخواهد شما را از میان میبرد و افراد دیگری را می آورد و خداوند بر این کار تواناست. کسانی که پاداش دنیوی بخواهند و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند در اشتباهند، زیرا پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوا و بیناست. ای کسانی که ایمان آورده اید، کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا شهادت دهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد، چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتب آسمانی که پیش از این فرستاده است ایمان واقعی بیاورید. کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهی دور و درازی افتاده است. کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز هم ایمان آوردند و دیگر بار کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راه راست هدایت نخواهد کرد. منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست. همانها که کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب می کنند، آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند با اینکه همه عزتها از آن خداست؟ خداوند این حکم را در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند، وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می کند. منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند. اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد می گویند مگر ما با شما نبودیم، و اگر بهره ای نصیب کافران گردد به آنان می گویند مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمی کردیم. خداوند در روز رستاخیز میان شما داوری می کند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. منافقان می خواهند خدا را فریب دهند، در حالی که او آنها را فریب می دهند، و هنگامی که به نماز برمی خیزند با کسالت برمی خیزند و در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند. آنها افراد بی هدفی هستند که نسوی اینها و نسوی آنهایند، و هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت. ای کسانی که ایمان آورده اید،
غیر از مؤمنان کافران را ولی و تکیه‌گاه خود قرار ندهید. آیا می‌خواهید با این عمل دلیل آشکاری بر ضد خود در پیشگاه خدا قرار دهید؟ منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت مگر آنها که توبه کنند و جبران و اصلاح نمایند و به دامن لطف خدا چنگ زنند و دین خود را برای خدا خالص کنند. آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد. خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیهای دیگران را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند شنوا و داناست. اگر نیکی ها را آشکار یا مخفی سازید و از بدی ها گذشت نمایید، خداوند آمرزنده و تواناست. کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند در میان این دو راهی برای خود انتخاب کنند، کافران حقیقی اند و برای کافران مجازات خار کننده ای فراهم ساخته ایم. کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده و میان احدی از آنها فرق نمی گذارند، پاداششان را خواهد داد. خداوند آمرزنده و مهربان است. اهل کتاب از تو می خواهند کتابی از آسمان یک جا بر آنها نازل کنی، در حالی که این یک بهانه است. آنها از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان ده، و به خاطر این ظلم و ستم صاعقه آنها را فرا گرفت. سپس گوساله سامری را پس از آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد به خدایی انتخاب کردند، ولی ما از آن درگذشتیم و عفو کردیم و به موسی برهان آشکاری دادیم. کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم برای توبه از در بیت المقدس با خضوع درآیید، و نیز گفتیم روز شنبه تعدی نکنید و دست از کار بکشید، و از آنان در برابر همه اینها پیمان محکمی گرفتیم. ولی به خاطر پیمان شکنی آنها و انکار آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و به خاطر اینکه از روی استهزا می گفتند بر دلهای ما پرده افکنده شده، رانده درگاه خدا شدند. آری خداوند به علت کفرشان بر دلهای آنها مهر زده که جز عده کمی ایمان نمی آورند، و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند و گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه بردار آویختند، لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد، و خداوند توانا و حکیم است. و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او حضرت مسیح ایمان می آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود. خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا
بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم، همچنین به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کرده ایم. راسخان در علم از آنها و مؤمنان به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند، همچنین نمازگزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت، به زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد. ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم، و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داوود زبور دادیم، پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو باز گفته ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکرده ایم. و خداوند با موسی سخن گفت و این امتیاز از آن او بود، پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از این پیامبران حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، و خداوند توانا و حکیم است. ولی خداوند گواهی می دهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده است، و فرشتگان نیز گواهی می دهند، هرچند گواهی خدا کافی است. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در گمراهی دوری گرفتار شده اند. آنی که کافر شدند و به خود و دیگران ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد مگر به راه دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند، و این کار برای خدا آسان است. ای مردم، پیامبری که انتظارش را می کشیدید حق را از جانب پروردگارتان آورد، به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است، و اگر کافر شوید به خدا زیانی نمی رسد، زیرا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است. ای اهل کتاب، در دین خود غلو و زیاده روی نکنید و درباره خدا غیر از حق نگویید. مسیح عیسی ابن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه و مخلوق اوست که او را به مریم القا نمود و روحی شایسته از طرف او بود. بنابراین به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است. از این سخن خودداری کنید که برای شما بهتر است. خدا تنها معبود یگانه است. او منزه است که فرزندی داشته باشد، بلکه از آن اوست آنچه در آسمان ها و در زمین است، و برای تدبیر و سرپرستی آنها خداوند کافی است. هرگز مسیح از این ابا نداشت که بنده خدا باشد، و نه فرشتگان مقرب او از این ابا دارند، و آنها که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکبر کنند، به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود جمع خواهد کرد. اما آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنها خواهد افزود، و آنها را که ابا کردند و تکبر ورزیدند مجازات دردناکی خواهد کرد، و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. ای مردم، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمد، و نور آشکاری
به سوی شما نازل کردیم، اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به آن کتاب آسمانی چنگ زدند، به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی به سوی خودش هدایت می کند. از تو درباره ارث خواهران و برادران سؤال می کنند. بگو خداوند حکم کلاله خواهر و برادر را برای شما بیان می کند. اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته از او ارث می برد. و اگر خواهری از دنیا برود و وارث او یک برادر باشد، او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که فرزند نداشته باشد. و اگر دو خواهر از او باقی باشند، دو سوم اموال را می برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند، تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند و برای هر مذکر دو برابر سهم مؤنث است. خداوند احکام خود را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید، و خداوند به همه چیز داناست.